سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک وقت ما درباره سبک زندگی، رفتارهایی که آدم مداوم انجام میده، از این باب صحبت میکنه که مراقب باشیم سبک زندگی ما رو ما تأثیر منفی نگذاره. جلسات اول گفتیم یکی از دلایل بسیار مهم اهمیت سبک زندگی در اینه که اساساً عمل روی انسان خیلی تأثیر میگذاره، رفتار آدم رو آدم خیلی تأثیر میگذاره، رفتار آدم، روحیات آدم، افکار و گرایشات آدم رو تنظیم میکنن. بعد در جلسات قبلم به انواع مختلف درباره عمل مداوم صحبت کردیم، هم ضرورت این که آدم عمل مداوم خوب داشته باشه، هم ضرورت این که مبادا آدم عمل مداوم بد داشته باشه، که اینها میشن سبک زندگی. خب ولی بیشتر حالت دفاعی داشت صحبت ما که مواظب باشید با این رفتارهای مداومی که داریم انجام میدیم صدمه نخوره روح ما. حالا میخوام این چیز دیگه خدمت شما عرض کنم و اون این است که ما از اهرم عمل مداوم باید استفاده کنیم برای به دست آوردن چیزایی که واقعا سخت به دست میان. چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ خیلی صریح و راحت حرف آخر و اول بزنم معطلتون نکنم. عاشق خدا شدن خیلی کار سختیه، تقریبا محاله. خدایی که نمیبینم، خدایی که تو دنیای منو خلق کرده که بالاخره یه مقدار اذیت هم توش هست دیگه، تو این دنیا هست یا نیست؟ بله خب هست. یکم شما اذیت نمیشید؟ گفتم بپرسم یه بار، فقط ما شاید داریم اذیت میشه. خدایی که تو این دنیا وقتی ما رو آفریده بالاخره یه حساب کتابایی هم بعدش داره. آدم وقتی یاد حساب کتابایی بعدش میکنه کلن یه مقدار نگران میشه دیگه، ناراحت میشه. نعوذ بالله. مثلا دانش آموزی که تکلیفش رو انجام نداده وقتی میگه معلم نیومد خوشحال میشه. بالاخره خدا میخواد تکلیفهای ما رو خط بزنه، نمره بده. یک کمی مشکلات داریم برای دوست داشتن خدا. از اون طرف محبتهای خدا هم به ما میرسه، ولی محبتاش همچین غالباً، البته غالباً هم نه، حداقل بعضی وقتا درشت نیست. یعنی محبت میکنه به ما ولی محبتاشو نمیبینیم، گل درشت نیست. الان مثلا ما امنیت داریم، این محبت خداست به ما، ولی خب نمیبینیمش که کیف کنیم. مثلا خدا نعمت سلامتی به ما میده، خب اینا میگه فرمان من هر روز به تو نعمت سلامتی دادم، خب ما که نمیبینیمش اینو که ازش تشکر کنیم بگیم وای خدا جون خیلی ممنون، خیلی عشق منی، چی کار کردی. نعمت امنیت و سلامت نعمت فوق‌العاده ای، اما نمیبینیمش که. نعمت جوانی نعمت فوق‌العاده ایه، اما اینا که دیدن من این جوان ها نعمت جوانیشون رو میفهمن، که آدم تو دوران جوانی که نمیفهمه نعمت جوانی رو، بعد از جوانی میفهمه، سلامتی رو بعد از سلامتی میفهمه، امنیت رو بعد از امنیت خدا نکرده پیش بیاد آدم میفهمه. خدا مهربونیاشو یه جورایی زیرپوستی به آدم میده. شما بچه نمازخونی هستی، با تقوا هستی، روزه میگیری، خدا خیلی به شما لطف میکنه، ولی لطفاشو زیرپوستی به شما انتقال میده.
چرا؟ برای اینکه الکی مشتری جمع نشن، آدمای لایق بیان نماز بخونن. هر ام قمری بلند نشه بیاد بگه آقا بریم الان نماز بخونیم فردا 100,000 تومان تو حسابمونه، روزانه مثلا خدا تسویه حساب کنه، اینجوری که نیست. پس دوست داشتن خدا سخت میشه. نه، خداوند متعال خیلی علنی و درشت به ما محبت میکنه که دل ما رو ببره. هم دنیا اساسا یه سری تلخیه ها داره، تازه شنیدیم این تلخیه ها هم خدا مقدر میکنه برای ما. هم آخرت بالاخره یه حساب کتابایی هست، بعدش هم که ما رو بی جرم و بی تقصیر اعدام میکنن، هممون حکممون اعدامه. حالا من اینجوری دیدم تا حالا، شما اگه خبر جدیدی دارید بگید. هممون رو اعدام میکنن، بعد هم میبرن به زهرا به خاک میسپرن. خب من چجوری خدا رو دوست داشته باشم؟ اعدام میدونید یعنی چی؟ یعنی فوت میکنیم. فوت هم که دوست نداریم بکنیم، بالاخره چیکار کنیم؟ بعد من میگه این خدا رو دوست داشته باش، این کمی سخته دیگه. دوست داشتن خدا سخت هست یا نه؟ رفتید تو فکر حسابی ها، میگه آخه بابا حالا کی اصرار داره خدا رو دوست داشته باشه؟ تو هم مسئلت این شده که ما چجوری خدا رو دوست داشته باشیم. بنده خدا هیچ چی رو دیگه غیر خدا نمیشه حسابی دوست داشت، عاشقانه و عمیق. پس آدم بدون عشق و محبت هم که بدبخت میشه، مثل قلب سنگ میشه، سرد میشه، سنگ میشه آدم. خیلی لازمه ما خدا رو دوست داشته باشیم. تنها چیزی که مرگو آسون میکنه محبت خداست. تنها چیزی که دشواری‌های زندگی رو آسون میکنه محبت خداست. بعد محبت خدا بیاد اصلا ابرقدرت میشی. اوه مشکلات چیه؟ کرات آسمان رو مثل دانه‌های تسبیح میتونی دستت بچرخونی. ضرورت نداره شما عاشق خدا بشین، خیلی هم ضرورت داره. خودت هم دوست داری عاشق خدا بشی. اصلا خدا همه عشقات رو از بین میبره برای اینکه عاشق او بشی. فلسفه از بین بردن همه عشقا و شکستهایی که ما هم میخوریم تو زندگی، تو همه زمینانی که عاشق خدا بشی. خب عاشق خدا شدن هم که سخته، حالا چه نوع خاکی باید به سرمون بریزیم؟ رس، ماسه، خاک چجوری؟ چیکار بکنیم؟ عاشق خدا شدن واقعا دشواره، ساده نیست. حالا میخواید من غیر از این استدلالی که برای شما آوردم یه روایتم بخونم براتون؟ ولی دیگه آب پاکی رو دست آدم ریخته میشه ها، اشکال نداره. میفرماید تا یک ذره محبت به دنیا در دل هست، یک ذره محبت به خدا به دل نمیاد. خب چی دیگه محبت به دنیا رو که آقا به این سادگی نمیشه از دل کم، که امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون بازم فرمودن الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه، مردم بچه های دنیا، بچه مادرشو دوست داره طبیعتا. خب ما ها که طبیعتا دنیا رو دوست داریم، یه ذره محبت به دنیا تو دلمون نباشه که دیگه نیست که، پس محبت خدا نمیاد دیگه. حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. خب از ما چیکار کنیم؟ ما الان چاره همه گرفتاریامون اینه که عاشق خدا بشیم. بعد از این که میخوایم عاشق خدا بشیم، آخه خدایی که ندیدیمش، مزهش نکردیم، آخه چجوری؟ آخه اون همه این مشکلات این دنیا، مشکلات اون دنیا ما رو حسابی ترسوندن، واقعیت هم داره. بعدش هم شیرینی دنیا از این طرف که محبت ما رو جلب میکنه، هر چند وقت یه بار تو سرمون میخوره. بعدش هم از اون طرف چی اتفاقی میفته؟ حب دنیا هم که هست بالاخره طبیعتا، حب الله هم به این سادگی نمیاد تو دل. حالا به ما میگه عاشق خدا بشو.
کی هست تو دنیا نخواد عاشق خدا بشه؟ همه دوست دارن عاشق خدا بشن، همه دوست دارن. نه اینکه شما اهل عبادت و نواز هستید دوست دارید عاشق خدا بشید، باور کن عرق خوراش هم خیلی هاشون دوست دارن عاشق خدا بشن، خیلی هاشون. برای چی؟ برای اینکه میگه بابا من عاشق خدا بشم دیگه، حالا با خدا عشق و صفا بکنم دیگه نیاز ندارم برم گناه بکنم. اونم بعدش که نمیاد که، ولی ناامیده، اینقدر بدی کرده ناامیده. عشق خدا چیز گرانبهایی، به این سادگی نمیاد. من هم دوست دارم. خب حالا مسئله شده باشه دیگه انشالله دیگه، حالا ما چجوری عاشق خدا بشیم توی این گرفتاری ها با این همه موانع؟ اصلی ترین راهش دوام در عبادته. حالا برگردیم به بحث سبک زندگی. ما میتونیم از عنصر دوام در عبادت، از عنصر سبک زندگی، سبک زندگی درست حسابی، عبادت در سبک زندگی استفاده بکنیم، کم کم خودمون رو عاشق خدا بکنیم. زورکی که دل عاشق خدا نمیشه. ای دل عاشق خدا شو ببینم، عاشق شو، یالا یالا دیگه. من بهت نمیگم عاشق شو، من حرف حساب حالیت نمیشه. نه، دل حرف گوش نمیکنه. دیروز یادتونه در مورد عمل مداوم صحبت میکردیم، فرق بشکه 220 لیتری آب که بریزی سر سنگ با یه بشکه چند لیتری مقایسه کردیم؟ 20 لیتری. یادتون هست؟ آقا یادتون هست دیگه این بحثا؟ ما یادمون میره، شما که نباید یادتون بره. خب بعد گفتیم که چی بشه؟ سنگ سوراخ میشه، قطره قطره بشکه 200 لیتری هم بذاری سنگ رو سوراخ میکنه، بالاخره سوراخ نکنه یه اثری روش میگذاره، ولی بشکه 220 لیتری رو نمیشه. همینجوری همش هم بریزی اصلا هیچ آب از آب سنگ تکون نمیخوره، سنگ رو تکون میده. دل از کوه سخت‌تر، امام صادق علیه السلام فرمود جاکن کردن دل کار طولانی میخواد. من رفته بودم این تربیت بدنی، یعنی یه جایی که بتونم ورزش بکنم، بالاخره نیاز به فیزیوتراپی بود و این باید دستمون رو میپیچوندیم بعد از حالا در رفته بود و عمل جراحی و گرفتاری داشتیم. میگفتن حالا باید بری با این دستت کار کنی. یه مجبور شدیم رفتیم این جایی که یه مقدار لوازم ورزشی میذارن. ما برای مریضیمون رفته بودیم، ای کاش برای سلامتی میرفتیم و وقت کنیم بریم، بگو انشالله. ولی خب نمیکنیم معمولا، شما هم برید برای ورزش همیشه. ولی خب بعضی اومده بودن برای زیبایی اندام. من 2-3 مرتبه این صحنه رو مواجه شدم. دیدید آینه های بزرگی هم میگذارن، این هم اومده جوونه شروع کنه به ورزش کردن، هی بازو میگیره، بهش میگه مربی ببین حالا تو داده 2 هفته است اومدی، صبر کن، میخواد یه تخم مرغ رو بازوش در بیاد. حالا گفت نه بابا نتیجه نمیده، من الان خیلی بیشتر 2 ماه اومدم. گفت حالا صبر کن، اینجوری نیستش که تو هم همینجوری اومدی وزنه برداری میخوای فرداش بشی رضا زاده، یا یعنی نمیدونم زیبایی اندام به کجا برسی، اسمم بلد نیستی. اینجوری که نیست که، یه عکسایی هم میندازن آدم خودش ناامید میشه، بیا اوه کی میره این همه راه. اینجوری که نیست. شما میخوای جسم خودتو تربیت کنی، میگم باید چند ماه مداوم بیای. اصلا مداومت نداشته باشی توی ورزش زیبایی اندام، زود افت میکنه بدن. درسته آقا؟ اطلاعاتم درسته هست؟ خب باید مداوم بیای. یه ما وسطش تعطیلی بخوره اصلا یکی برمیگرده عقب، دوباره دست سر. وقت شما میخوای روح خودت رو تربیت بکنی، اونم در موضوعی به نام عشق به خداوند متعال بدون مداومت. من چرا عاشق خدا نشدم؟ من چرا نمیتونم عبادت کنم؟ خب بابا کار میبره. هیچی مثل عمل مداوم در عبادت آدمو عاشق خدا نمیکنه. دقت کنید نمازهاتون رو با ادب، با رعایت وقت،
تا اونجایی که میتونید با رعایت توجه به جا بیارید تا تبدیل بشه به چی؟ کم کم محبت خدا. بعد بی دلیل خدا رو دوست داری، میگی نمیدونم چرا دوستش دارم. کم کم آثار عجیب و غریب رو آدم میگذاره. بعد به نماز خوندن عشق میبرزی. ما چرا از فرصتی مثل عمل مداوم، مثل سبک زندگی، مثل رفتار دائمی داشتن توی زمانهای مخصوص، یه رفتار مخصوص داشتن استفاده نکنیم برای بزرگترین هدفها به نام عشق به پروردگار عالم؟ اینجوری میشه که اونجوری میشه؟ اینایی که عارف هستن یه شبه که راه صد سالتی نکردن که. بله اگر جنگ در راه خدا باشه، جهاد فی سبیل الله باشه، بریم بگیم خدایا یه لحظه تصمیم گرفتم جونم رو حاضرم بدم. خدا هم میبینه مملکت اسلامی نیاز داره دیگه، تحویلت میگیره و یه شبه ممکنه تو رو راه صد ساله ببره مثل اینهایی که رزمنده ها بودن و رفتن. ولی بقیه دویدن الان به این سادگی نبوده که همین روز اول وارد بشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در سن 70 سالگی میدیدی در اوج عشق به خدا کسی غیر خدا رو نمیبینه، از دوران جوانیشون کوبیدن تا اینجا رسیدن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه خاطر از ایشون نقل میفرماید که ما رفته بودیم منزل ایشون، برای ایشون خورشت قرمه سبزی درست کرده بودن، بعد دیگه نشسته بودیم بخوریم، خودش نمیخور، نون ماست میخور. گفتم چرا نمیخوری شما؟ آقای بهجت این خاطره رو از امام نقل میفرماید. آقازاده آقای بهجت اخیراً این رو از خاطرات آقای بهجت نقل فرمودن. چرا نمیخوریم؟ دوست ندارید شما؟ گفتم چرا دوست دارم، چون دوست دارم نمیخوام بخورم. حالا حساب کن روزی یکی دو سه وعده قضا این نفس کشی کرده، عبادتشو اونجوری مؤدبانه انجام داده. درباره عرض زدن امام سر نماز گفتم اون خاطره رو. مهمانی آمده بودن خانه دامادشون که بعدن این داماد شدن دامادشون، در واقع اومدن خونه پدر دامادشون، بخواست یه موقع نماز شد و بخواستن نماز بخونن، انگار عطر و ادخلانی چیزی همراهشون نیاورده بودن. بعد میپرسن که عطر نیست اینجا؟ آقای داماد عرضه میدارن که چرا من ادخلان دارم، عطر نداریم الان. آقا فرمان ابی نداره، همونو بیار. میاره میزنه، فرمان تو هم بوش خوبه، بعد بهش میده. حالا شما حتما باید عطر رو بزنی؟ بله دیگه، ادب عبادته. ما تصمیم گرفتیم همیشه عطر بزنیم. همیشه یعنی دیگه همیشه دیگه، شوخی نداره، ول نمی کنه که. اینقدر مداومت بر عبادت خصوصا با آدابش کرده به اینجا رسیده، یه روزه که آدم زیبای اندام نمیاره که. حاج سید احمد آقا خدا رحمتشون کنه، سالها قم بودن، امام نجف اشرف تبعید بودن. حاج سید احمد آقا بعد از سالها ازدواج میکنن، بعد با خانومشون میرن نجف اشرف منزل امام. دیگه میرسن نصف شب میرسن، این نصف شب گذشته بوده، نزدیک سحر بوده مثلا. امام میاد، خانوم امام میاد، میشینن، عروس اومده، پسر اومده، اونم تو اون فراق و اون گرفتاری ها و مشکلات. چند دقیقه با هم صحبت میکنن، امام میفرماد که من برم برگردم. عروس امام نقل میفرماد ما تعجب کردیم که حالا امام چی کار داده اینجوری سحری میخواد بره برگرده. نشستیم دیگه، حالا ما بعد از مدت ها آقا رو دیدیم، ایشون بعد از مدت ها ما رو دیدن، محبت هم دارن. دیدیم رفتن نماز خوندن و برگشت، نماز شب خوند، بعد یک کمی نشستن دوباره گفتن من برم برگردم، دوباره رفتن بقیه نماز شبشون رو خوندن. ولی میکنه نماز شب، عروسی، دام، پسری، عزیزی، باشه ما می کار داریم، دوام در عبادت رو که نمیشه بل کرد اینجوری به این بهونه ها. من میخوام دعا کنم الان، شما موافق هستین؟
خدایا توفیق دوام در عبادت به ما عنایت بفرما. مطمئن همه آمین گفتم؟ بله. من آخر حواسم نبودی وقت یه لحظه حواسم این ور شد. همه آمین گفتن؟ پس این روایت هم شما گوش بدین. میفرماید خیلی زشته اگر دوام در عبادت داشته باشی بعد قطعش بکنی. ها تو ورزش هم میگن اگر سنگین ورزش بکنی بری جلو بعد قطع کنی یه مشکلاتی برات پیش میاد. ورزشکارهای حرفه‌ای خیلی هاشون بدن سالمی پیدا نمیکنن، یه مدتی که بگذره هر کدوم یه مشکلاتی پیدا میکنن. اینجوری نیستش که چون مثلا اگه ورزش رو رها کنن، ورزش جسمی رو رها کنی صدمه میخوری. حالا دیگه ببینید روح چقدر صدمه میخوره. میفرماد ما اقبح الفقر بعد القناع. چقدر زشت فقر بعد از اینکه آدم ثروتمند باشه، کسی پولدار بشه فقیر بشه دیگه نمیتونه زندگی کنه، خیلی سخته. بعد میفرماد و اقبح من ذلک، و زشتر از این عابدیست که ول کرده بعد از مدتی عبادتش رو. و اقبح من ذلک العابد لله ثم یدعو عبادته. اگر دوام در عبادت داشتی عبادت رو رها نکنی. اگر دوام در روزه داشتی، مثلا یه روزه ای گرفتی، آقا ما دیدیم ها رفقا طرف روزه ماهیانه یا سالیانه داشته، از یه زمانی به بعد میگه دیگه حالا نمیگیره، میگه یک گرفتاری هایی، یک بدبختی هایی. عبادت رو رها بکنی خیلی بده، این بدترین حالته. دوام در عبادت که میخوای داشته باشی، اینش هم گفته باشیم که شما اگه خواستی شروع نکنی انشاءالله شروع نکن، که نگی آتون یه نگفته بودین تیکشو، ما هم همینجوری شروع کردیم گفتیم حالا بعدا ببینیم چی میشه. نه آقا جون من همش دارم بگم الکی شروع نکن. پنجشنبه میخوای روزه بگیری خونت دائمی؟ نه آقا ما بعد از پنجشنبه اصلا ماه به ماه نیستیم خونه. خب نگی سال یه بار بگیر. نمیشه آقا ما میخوایم روزه بگیریم، خب ماهی یه بار بگیر. خب اگه میگیری بگو غیر از تابستونا، تابستونا من میخوام برم ییلاق. خب باشه دیگه بگو غیر از تابستونا همیشه میخوام روزه بگیرم. درست؟ ببین حساب کتاب داره عالمه، همینجوری که نیستش که. دوام عبادت شد سبک زندگی تو، دیگه ترکش نباید بکنی، ولی احتمال زیاد بلا میاد. حالا من یه احتمال زیادم اضافه کردم که دیگه زیاد ترس برمون نداره، ولی به احتمال زیاد بلا میاد. تو هر عبادتی دوام العبادت برهان و زفر به سعاده. اگر خدا بهت توفیق داد که عبادتت رو ادامه بدی، در یک روایت دیگری اون کلام شریف قبل از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، این کلام شریف از امیرالمومنین، اگر خدا بهت توفیق داد عبادتت رو ادامه بدی، نه مثل این که الحمدلله توفیق داده من دارم ادامه میدم، برهان و زفر به سعادت، انشالله که دیگه سعادتمند میشی و به پیروزی میرسی. آخ الهی فدای امیر المؤمنین علی علیه السلام بشم من. الهی همه عالم فدای امیر المؤمنین بشم. اینقدر نگران عاقبت به خیری خودش بود، انقدر اصرار به عبادت مداوم داشت تا ضربت به فرق مبارکش اصابت کرد و سر نماز بود صدا زد فزت و رب الکعبه، به خدا رستگار شدم، آخرین لحظه من سر نماز بود، تونستم بکشم تا آخر. اینقدر دوام و مقیم موندن مهمه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. خداوند متعال میفرماید نمیرید مگه مسلمون. حتما این دین تو، این نماز تو بکشی تا آخر. تا عبادت مداوم رو شروع کردی باید نگران قطع شدنش باشی. لذا در روایت دیگری پیامبر گرامی اسلام میفرماید که
ان النفس ملولتون، نفس انسان ملول میشه و اگر خواستید یه عبادتی رو شروع کنید، فلینظر من العبادت ما یطیق، ببینید چقدر طاقت دارید همونقدر شروع بکنید. یه دفعه سنگین بار نداری، بار بر نداری، برنامه‌ریزی نکنی بگی خب من شبای جمعه که زیارت آشرام قطع نمیشه، صبح جمعه هم دیگه دعای ندبه، بعدش هم نماز جعفر طیار، عصر هم دعای صمد، بعد از نمازا هم میخوام همیشه یا قبلش بعضیاش بعدش نافله هامو بخونم دیگه. اینجوری نه، دیگه خیلی سنگین برنامه برداشتی. آدم معمولی، اگه آدم معمولی هستی خیلی سنگینه. روزی یک روز هم میخوام تا آخر عمرم دیگه قرآن بخونم. ببین به قیافت نمیخوره اینقدرام دیگه معنوی نیستی. نه حاجی حسشو دارم، به خدا خیلی پشیمونم، عمرم از دست من. باشه، فکر اون لحظه‌ای که طاقت نداریم بکن. نمیخواد. حالا به جای زیارت جامعه همون یک کلمه اولش رو هر هفته بگو، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بعد از دو سال میبینیش میگی خب اون یک کلمه رو میگی تو میخواستی هر هفته زیارت. نه حاج آقا یه سال یادم رفته، ای بی حال، یه سال یه کلمه یادت رفته هفته یه بار بگی. تو چونی میخواستی اونجور سنگ تموم بگذاری؟ بعضی وقتا شیطان میاد آدم رو گمراه میکنه، تا آدم میخواد خوب بشه میگه آفرین، پس آدم بر نمیاد. شیطان دیگه میدونید که من از اخلاقش به شما بگم دیگه، آدم میخواد خوب بشه میگه نه ببینید تو این کاره نیستی، نه بابا بلمون کن تو رو خدا، بابا حالا تو با یه دونه نماز درست میشی، نه بابا بلمون کن. اینقدر مایوس میکنه آدمو که حد و حساب نداره. آخر آدم میزنه تو دهن ابلیس میگه نامت میخوام نماز بخونم، یه همه مردم دارن نماز میخونن. میگه آفرین آفرین، اصلا بخون، اصلا باید با تعقیبات بخونی. همه اولش اذان اقامه هم همیشه میگی، تعقیبات هم بگو، نافله هم ادامه میده، اصلا محکم ها. ببین این بخواد یک کاری کنه تو نخونی. ابلیس اینجوریه، شما هر موقع حال خوشی پیدا میکنید برای خوب شدن، یه دفعه میگه ببین دیگه باید آخرش بشی، از فردا میشی مثل آقای بهجت، کم نذاری ها. ببین تو داری منو مایوس میکنی، منو وادار میکنی به یه سنگ چی؟ سنگ بزرگ زدن که علامت نزدنه. بعد در ادامه همون کلام قبلی میفرماید که دیروز هم مرور کردیم، فان احب الاعمال الى الله ما دیم علیه و ان قل، بهترین اعمال مداوم، عمل مداوم ولو کم باشه. صریحا درباره عبادت هم فرمودن، درباره خوبی های دیگه هم فرمودن، در مورد صدقه یا چیزهای دیگه هم بود که با هم دیگه صحبت کردیم. خدا به ما توفیق بده از عمل مداوم به یه جاهایی برسیم. ما ها زورمون نمیرسه دلمون رو تکون بدیم. عمل مداوم انجام بده، با عمل مداوم دل تکون میخوره. یه اعمالی رو مداومت رو کنید. مثلا راحت ترین عمل برای مداومت چیه؟ بگم آقا راحت ترین عمل بسیار ارزشمند برای مداومت، من اینو به شما میگم خیلی به نفعتون تموم میشه ها، بعد روز قیامت باید بالاخره پورسانتشو بدین. اینجا نمیخوام پورسانت ازش، اونجا باید پورسانتشو بدین. حله؟ آقا چرا بخل میبرزی؟ روزداران اینقدر بخیل نمیشدن. روز قیامت دیگه، اینجا که نخواستیم چیزی ازت بگیریم، پورسانتشو روز قیامت میگی. حله؟ بعد من اگه بگم باید اجرا کنی، یا اجرا نکنی وبال گردنت میشه، وقت روز قیامت حسرت میخوری به من فحش میدی این فلان فلان شده، اینو به ما گفت ما عمل نکردیم، اینجا باید هزار تا حسرت بخوریم، کاش نمیدونستیم لااقل. حالا بگم نگم دیگه شل شدی یا ببین دیگه، میخوای نگم نمیگم، ندونی راحت تری ها، چه درد سری داره آمدن اینجا بدونن یا الله یه حرفیه دیگه. بله دیگه، بله قیابه تو رو بخوام چه تعمل بکنن، آمدن هم یه حرفا رو بدونن دیگه، درست دیگه. پس ما میگیم دیگه، یه ذکری میگم، فوق العاده این ذکر ارزشمنده، از همه دعاهایی که میخوایی بکنی ارزشمندتره.
خیلی عجیبه. نمیدونم میخوای یاد داشت بکنی یا نه، فکر نکنم، یک جمله بیشتر نیست، انشالله همجوری از حفظ میشی، احتمالا از حفظ باشی، شنیدی، خیلی شنیدی، شاید هم خود گفته باشی. اون ذکر اینه، اینو برش مداومت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مداومت بر ذکر صلوات چیز عجیبیه، خیلی عجیبه. رفقا میدونید یکی از آداب ماه مبارک رمضان که خود پیامبر اکرم فرموده است زیاد صلوات فرستادنه؟ میدونید اینو؟ میدونستن دوستان؟ چرا؟ با زبون روزه زیاد صلوات بفرست، چرا؟ من نمیدونم چه سری داره. خیلی عجیبه ها. مداومت. آقا ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ مداومت بشه جزء زندگیتون. ما افتادیم توی سالونی برای یه آقایی بخواستن تشویقش کنن، یه ده گفتن صلوات بفرستید، یه ده گفتن کف بزنید، بالاخره هم کف زدن هم صلوات فرستادن. جلسه مذهبی بود. بعد این آقا خودش وقتی اومد بالا گفتش که کفم بزنید، کفم زدن براش. حالا یه دم از اول میخواستن کف بزنن، حالا کف زدن که حرام نیست، زدن دیگه. بعد من اونجا ایستی گفتم اینو بگم، اینجا بد نیست دیگه. گفتن طرف پول نداشت کباب بخره، رفت پیش کبابی با ایستاد و نونش رو برد و همجوری این نگاه کرد و این دلش پیچید و این نشد دیگه، پول نداشت بخره. آخر سر این نونش رو گرفت به این دود کبابه، دود کباب بهش خورد و با یه اشتهای بیشتر این نونه رو خورد و خدا رو شکر اومد بره. کبابی خیلی حسش در اومد، گفت این کیفش رو کرد و هیچ پولی هم به ما نداد. گفت آقا پولشو بده. گفت من که چیزی ازت نگرفتم. گفت بالاخره دودشو که خوردی که. عجب چیزی. بگذاریم. بعد این اومد یه چند تا پول خورد تو جیبش بود، این پولا رو ریخ رو هم دیگه، گفت صداشو شنیدی؟ گفت آره. گفت اینم پولش. گفت تو دود کباب ما دادی، ما هم صدای پول بهت دادیم. بعد ما گفتیم که این کف زدن صدای پوله، فقط صداشو میرسونه به تو، چیزی به تو نمیرسه، ولی اونی که برای تو صلوات میفرسته هزار نفر اینجا جمع شدن، هزار تا ثواب صلوات دارن بهت میدن. صلوات خط بفرمایید. دیگه اومده بود پایین میگو ببین این آخونده میگن باشون در نیفتید اینا یه چیزی برای آدم دارن. گفتن آقا بحث آخوندی نیست، مثلا این کف زدن تق 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 این صدا شنیدی؟ خب چی بدستید؟ خب برو دیگه، این اون صدای پول هست که به هم دیگه میزنه، یا صدا شنیدی برو چی بد میرسه؟ ولی اون که برای صلوات میفرسته چی میشه؟ یه چیزی بد میفرسته. میگن آقا برای الان برای همه این دوستانی که اینجا، من به شما یه هدیه میدم، برای همه این کسانی که تو مسجد هستن اموات گذشتگانشون یک صلوات خط بفرمایید. الله اکبر. حالا مثلا میگم اموات گذشتگانشون یک کف مرتب بدن، مثلا چی میرسه به اونا؟ نه واقعا چی میرسه؟ من نمیخوام کف زدن رو بگم حرامه، ولی حالا دیگه شما آمارو داشته باش دیگه. سبک زندگی اسلامی، سرود میخونن، صلوات میرسن، تکبیر میگن. یه زمانی عروسی که بود سرودای اسلامی میخوندن، اینقدر علی علی میکردن تو عروسیشون، یا زهرا یا زهرا میکردن، نه از ذکر و علیین عباده همش مینویسه با عروس دومات. حالا مزغونچی میارن تق تق در و تخته رو به هم دیگه میکوبن، اعصاب خرد میشه میریم. چی رسید به عروس دومات؟ هیچ. هیچ.
واقعا عبادت در سبک زندگی ما میاد سبک زندگی ما رو معنادار میکنه. نوروز آقا بریم تفریح، بریم کجا؟ اخیرا مردم دو تا تفریحگاه بزرگ پیدا کردن، یا میرن امام رضا علیه السلام زیارت میکنن، یا میرن جگه ها زیارت میکنن امامزاده ها. خب دیگه مثل کف زدن نیست، هیچی توش نباشه، یه چیزی توش هست. حالا برو تخت جمشید رو زیارت کن. بله سرت هم بکوب محکم به اون بالاخره سنگا و بیا. آقا اونا آثار باستانی ماست. خب باشه آثار باستانی ماست، ما که نمی‌خوایم بریم خرابش بکنیم که، ولی اگر می‌خوایم آغاز سالمون رو با یه چیزی شروع بکنیم که بالاخره یه نفعی هم داشته باشه. آقا هفت سین ایرانیان قدیم سرش قرآن بوده؟ نبوده که، اون موقع قرآن نازل نشده بوده. حالا تازه اگه بوده شاید هم بعدن درست کردن کم کم برای ما این چیزا رو. دلایل تاریخی هست داره این موضوع، حالا کاری ندارم، ابی نداره، ولی ایرانی های باهوش اومدن چیکار کردن؟ گفتن آخه بابا یه فایده هم داشته باشه، یه قرآن هم گذاشتن. گفتن خب حالا شد، بعد میشینن سر سفره هفت‌سین یه قرآنی هم میخونن، این چیزی به ما ساخه. صدای پول شنیدی؟ برو. صدای پول چیه؟ ببخشید یه دفعه اومدم توی سبک زندگی. سبک زندگی واقعا اگر عبادت توش نباشه خیلی بیحاله، انگیزه نداره آدم. شما روز عاشورا بلند میشی برای عزاداری میری، روز عید فطر برای نماز صبح عید فطر میری، حس تو ببین، سیزده بدلم برای چمن و صحرا و اینا میری، حس تو ببین، خودت مقایسه کن دیگه، کلاهتو قاضی کن. اصلا انگار آدم خالی میبنده، خالی داره میره. بچه خالی میرفت اون قطار، بچه خالی میرفت. بله دیگه، ولی وقتی که میری برای عبادت میری، یه اتفاق داره میفته، واقعا قابل مقایسه نیست. بگذاریم. عمل مداوم کمش رو شما انتخاب کن. یکی از اعمال مداوم عبادی خیلی عالی و کم چی عزیز من؟ صلوات. خیلی ذکر عالیه. شما هم هر موقع کلمه صلوات رو گفتن واجب نیست صلوات بفرستید. بعضیا فکر میکنن که ما الان تا بگیم صلوات همه باید صلوات بفرستن. نه، وقتی نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو یه نفر، حالا قدیم بود تو جبهه، رو دیوار نوشته بود صلوات خط کنید، بعد گفت من اینو بخون فلانی، گفتم نوشته صلوات خط کنید، بعد من نگاه کرد گفت پس صلوات خط نمی کنید، گفتم خب گفته صلوات خط کنید، من صلوات خط نمی کنم. گفتم تو اشتباه کردی، اون چیزی که میخوای شوخی کنی با یه نفر رو وادار کنی به صلوات، باید نام شخص پیامبر گرامی اسلام، خود کلمه صلوات که صلوات نمیاره، درسته؟ باید چی بشه؟ خود نام پیامبر گرامی اسلام رو بشنوی. اینم حالا تو با آدابش عرض کرده باشم، یعنی یه جایی هم شما میتونی شوخی کنی، یه نفر گفت آقا برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید، شما بگو میفرستیم، لازم نیست حتما همونجا صلوات بفرستید، ولی اگر نام شریف پیامبر گرامی اسلام رو، خب اونجا دیگه واجب میشه، قصه فرق کرد. دقیق باشیم. ما میخوایم اینو نشون بدیم به اهل عالم که بدونن چقدر ما غیرتی هستیم سر نام نازنین پیامبر گرامی اسلام و اون احترامی که باید برای این نام عزیز بگذاریم. وقتی یک کسی صلوات فرستاد ما صلواتشو شنیدیم، خب بازم وقت ما باید صلوات بفرستیم. چرا؟ چون دو بار نام حضرت توی یه دونه صلوات هست دیگه، دوباره باید صلوات بفرستیم. ذکر صلوات رو بهش مداومت کنیم. تو رو خدا خواهش میکنم انشالله 1100 سال زندگی کنیم، ولی وقتی که از دنیا رفتیم ملائکه بگن این زیاد صلوات میفرسته. همین یک کلمه رو برات بگم نورانی میشی، عجیب میشی. برو برکاتش رو خودت تجربه کن. نه اینکه حالا آدم با دیگری داره صحبت میکنه یا پای منبر نشسته یا جلسه قرآن نشسته یا یه وقتایی همینجوری صلوات بفرسته. نه، وقتایی بیکاری تو صلوات بفرست.
خیلی وقتا فکر کردن هم خودش ارزش عبادت داره. آقای بهاءالدینی نشسته بودن همینجوری، میگفت نشسته بودن دامادشون به بنده میفرمودن، دیدم بچه ها دارن شلوغ میکنن اطراف ایشون، گفتم بچه ها ساکت، حاجی آقا نشسته شما چه شلوغ میکنید؟ دیدم ایشون برگشت من نگاه کرد از افکارش که غرق بود، گفتش که چرا بچه ها ساکت میکنید؟ گفتم آقا میخواستم شما را اذیت نکنن. فرمود ده اینا چیکار دارن به من؟ بازشون رو میکنن، من هم دارم فکرمو میکنم. اکثر عبادتش تفکر بود، اکثر عبادت ابازر امام صادق علیه السلام میفرماید تفکر بود. من نمیخوام ذکر گفتن و یک سبک زندگی قرار بدم و بگم دیگه هیچی کنارش نیستم، انواع و اقسام صورت هم داریم، ولی آدم از خیر این ذکر ثوابات نمیتونه بگذره، خیلی عجیبه. حالا دیگه ثواب ها و آثار و برکاتش در روایات هست، انشاءالله جداگانه مراجعه بفرمایید و ببینید و قلب خودتون رو نرم بکنید. فقط براتون بگم صلوات فرستادن یه طرف بلند با صدای بلند که جوهر صدا خارج بشه، نه اینکه داد بزنی حتما، با صدای بلند صلوات فرستادن پیامبر گرامی اسلام فرمود نفاق دل رو از بین میبره. نفاق دل، نفاق خیلی سخته تو دل از بین رفتنش. اون چه خاصیتی داره عجیبه، چقدر خدا خوشحال میشه، اصلا آدم به حساب میاد. بذارید یه مثالم بزنم بعد بریم کربلا انشاءالله. یه مثال بزنم، شما تا حالا با یه آدم مشهور رفیق بودین یا باش برخورد کردین، بعد یه دفعه تو تلویزیون نشونش بدن، بلافاصله چی میگی؟ میگی چی؟ بگو. رفیق ماست، ما فلانجا دیدیمش، مثلا ما با بچه‌مون رفتیم جایی، یکی از اون مربیای تیم‌ها رو حالا اسم نبرم، اونجا دیده بودیمش. حالا یک دو سه هفته گذشته بود و بعد گفت اینشون رو آوردم طبق معمول تلویزیون میان مربیا. تا میاد میاد ما اینو دیدیم، ما دیدیم. عادی. آقا هست یا نیست؟ یه بله. آدم یه شخصیت مشهوری رو یه جایی میبینه، مثلا شما الان با رئیس جمهور قبلی، با رئیس جمهور بعدی یه جایی صبحونه غذا خورده باشی، یا مثلا یه رفاقتی داشته باشی، حالا مطرح میشه تو مناظره ها، برای اینکه یه آدم افه‌ای بیاد میگه ببین آره این که دیگه رفیق خودمونه، اون که هیچ، ما با هم صبحونه خورده اونجا، بعد میدونی چی گفت؟ من گفتم یه ما کسی هستیم، چون فکر نکنم ما حلکی هستیم، ما کسی هستیم. آقا این اتفاق معمولا میفته یا نمیفته؟ میخوای پیش خدا بگی آدم حسابی هستی، یاد پیامبر افتادی، درود به او بفرست، صلوات به او بفرست، خدا تو رو آدم حساب کنه. چون پیامبر اکرم اول شخص عالم امکانه، و تو وقتی صلوات میفرستی یعنی گفتیم ما این آقا رو میشناسیم، ما دوستش داریم، ما کائنات به تو درود میفرستن، باریکالله و تو میشناسی این کاره، ای آدم هستی، میری بالا. نه اینکه اینجا روز قیامت حساب کتابتو که تنظیم میکنن بعد تعداد صلواتاتو میشمرن میگن از این به بعد برو بالا، اونجا حسرت میخوری چرا کم صلوات بر محمد و آل محمد است. ببین یعنی الان تو تلویزیون عالم دارن این شخصیت نازنین اول عالم خلقت رو نشون میدن، شما داری میگی ما رفیقشیم، ما داریمش، ما امتشیم، ما نوکرشیم، ما دوستش داریم. این اصلا تو رو تو عالم رشد میده. چرا به این و اون آدمای درب داغون بخوای افتخار کنی؟ به پیغمبر اکرم افتخار کن. ولی فرمود هر کسی به من درود بفرسته، به بچه های من درود نفرسته، به من جفا کرد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. من از شما هیچی نمیخوام، بچه های من رو دوست داشته باشید، همین.
نمیخوام بهش خدمت کنی. نشد ازشون اطاعت کنید، اطاعت نکنید، فقط تیر و نیزه نزنید، مودت داشته باشید، احترام. کار حسین علیه السلام تو صحرای کربلا به جایی رسیده بود، برمیگشت فقط این حرفو میزد: من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما هستم. یاد بگم با این صفای دل ماه رمضانتون گریه کنید. چشماشو باز کرد حسین، دید چه رو سینش نشسته. لا اله الا الله. آقا تو همون لحظه هم برگشت اتمام حجت کرد، گفت تو منو میشناسی؟ شبر ملعون برگشت گفت آره آقا میشناسم تو رو، تو پسر فاطمه ای، تو پسر علی هستی، تو فرزند پیغمبری، من تو رو میکشم و میدونم روز قیامت جدت پدر من رو در میاره، ولم کن، تو همه رو میخوای هدایت بکنی. یعنی امام حسین میخواد بفهمند نکنه منو نشناسه، بخواد منو بکشه، خدا پدرشو در بیاره، شاید منو شناخت، دست برداشت. آقا این تحلیل بنده است. تحلیلم برای چی دارم اینجوری تحلیل میکنم؟ واقعا امام حسین گودی قتلگاه هم به دشمنان خودش هنوز دلسوزه. بله سند من عمر سعد خودش خنجر برداشت بیاد به سمت گودی قتلگاه. حسین یه نگاهش کرد، گفت عمر سعد بدبختر از تو تو این لشکر نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه، چرا خودتو بیچاره میکنی؟ خجالت کشید برگشت. حسین تو به عمر سعد محبت کردی، عمر سعد ملعون، ما میان کنار گودی قتلگاه کنار بدن تو، تو به ما محبت نکنی؟ محاله والله، محاله والله. هر کسی کنار گودی قتلگاه بره، امام حسین یه چیزی بهش میده، دست خالی بر نمیگرده. ندیدی ساربان رفت دیگه هیچی پیدا نکرد، انگشترش رو حسین داد، اما نامرد خم شد، انگشت رو با انگشتر جدا کرد.